دلم میخواد لختش کنم هر جا که هست. سلام بچه ها، من دریام. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه توی چنل من و یه دونه ویدیو بچه ها خفن و متفاوت. بچه ها، من تو اینستاگرام از اون پرسیدم که یه دختر و پسر چه چیز خاصی باید داشته باشه که مثلا اینو ببینین در یه لحظه مثلا بگین واو، یا مثلا فتیشتون مثلا چیه. یه ذره تو مثبت بگیرین، خیلی معنی مثبت 18ش مد نظرم نبود. و اینکه حالا خلاصه دیگه، حالا یه دختری یا یه پسری یا چی شو اینجوری مثلا میبینین تو خیابون بین همه اینجوری داره راه میده و اینجوری مثلا واو، از نظر ظاهری حالا مثلا چه چیزی باید داشته باشه. کلی برای من وایسا و جوابای باحال فرستادین که امروز قراره با هم دیگه بخونیمشون. همین که پولدار و خوشگل و قد بلند و خوش صدا باشن کافیه. همین دیگه، چی میخوای؟ خواستم کمه میدونم. من حالا چیزی ندارم، باشه برای بعد. خیلی پولدار و خوشگل و قد بلند و دیگه چی میخوای دیگه اینا رو داشته باشی؟ من روی دست فتیش دارم، یعنی دیدی بعضی دستاشون پیره، من از اونا خوشم نمیاد. خب دست همه اول جوونه، بعد بعدن که سنشون میره بالا خب دستشون به مراتب خب بعد پیر میشه. این خیلی نمیتونم درک بکنم اصلا. سلام دریا جون، من ساموویا هستم، مثل خودت یوتیوبرم. ایشون فکر کنم صداش الان کراشه یه سریا شد. بله، یعنی یه سری از این دختره واقعا صحبت میکنه آدم لذت میبره. میخواستم بگم که بله، من خودم روی رگ دست خیلی حساسم، یکیش. و اینکه روی اینکه پسر رو اندگی میکنن اینجوری دستشون رو چرخونن رونم خیلی کراشم. ایشون دوستمون، صداش خودش کراش هم است. ولی بچه ها خیلی نکته خوبی و گفت، یعنی از نظر دختر دارم میگم. این حرکت چرخش فرمون بگذاریم، واقعا اینو بگذاریم. گردن، ترقوه، رگ دست. مگه دارین جنس میخرین؟ گردن، ترقوه. خب گردن رو باید همه دارن، ترقوه رو همه دارن، اینا رو همه دارن. پسی با استوری که گذاشتی من خیلی جذب پس کلی پسرا میشم. چی؟ حالا به دور از همه یه جذبیت های دیگه که دارن، ولی اون قسمت رو حس میکنم کسی بهش دقت نمیکنه، ولی خیلی چیز مهمیه. پس کله رو همیشه دقت کن. سوال اولی که پس کله کجاست؟ اینجاست. بعد چه جذابیتی داره؟ چیشو باید دقت کرد؟ آقا عکسای پس کله تون لطفا تو دایرکت بفرستین برای این دوستمون. اصلا نمیفهمم یعنی چی که پس کله. پس کله باید چجوری باشه؟ اصلا تا حالا من دقت نکردم به پس کله یه نفر. پسره که پوستشون سفید صورتیه و موهاشون روشنه، در جا جذبشون میشم. گیم نمیگفتیم عزیزم، ما میفهمیدیم که مشخصه دیگه، چون پسری که اینجوریه. بله اتفاقا همه پسرهای گیم جذب پسری میشن که پوستشون سفیده و موهاشون روشنه. این مسئله رو من خیلی باز نمی کنم چون راجع به این قضیه ابتا خیلی اطلاعات ندارم، برای همین بذارم من بازش نکنم. فتیشی که توی دختر من جذب میکنه یا باید یا که نداره. ببین این چیزا هستش، یکیش پای کشیده است، یعنی پای کشیده یکی از قشنگترین چیزایی که یه دختر میتونه داشته باشه. موی بلوند، با اینکه خز شده تو ایران، ولی اگر خوش رنگ بتونه بلوند رو در بیاره واقعا فوق‌العاده است. همین، چیز دیگه نیست. آقا پای کشیده که خیلی، یعنی یکی از خب معیارهایی که همیشه در کل تاریخ بوده برای دخترها که مثلا خیلی مثلا چیز قشنگیه. ولی یه چیز دیگه، موی بلوند من نمیفهمم این پسرای ایرانی چه چیزی دارن رو موی بلوند. یعنی مثلا من خودم به شخصه موی مشکی رو خیلی بیشتر دوست دارم تا موی بلوند. یعنی حالا برای تنوع بد نیستش،
برای تنوع بد نیست که آدم موهاش مثلا روشنم بکنه، ولی در کل مثلا موی مشکی خیلی جذاب‌تره تا موی بلوند. موی بلوند مثلا بامزه است، مثلا کیوته اینا، ولی موی مشکی خیلی جذاب‌تره. فتیش اینو دارم که پسر همیشه خط چشم داشته باشه. اولین کسی بود که قضاوت نکنیم، اولین کسی بود که رو آرایش پسر فتیش داشت. الان میخواستم بگم اوکی گی مشکلی نداره، الان میگم دختره رو این فتیش داره که پسر خط چش داشته باشه. قضاوت ممنوع واقعا، ولی نه این یه مورد من نیستم. سیب گلو و رگ دست. آقا من این همه این سیب گلو رو دارن، حالا مثلا دختره یه ذره کنه خیلی کوچیکتره، پسرها یه ذره بزرگتره، و اینکه رگ دست هم که خب همه دستاشون رگ داره، من اینو نمیفهم. حالا اگه منظور تو از این رنگاست که مثلا رنگا از ایناست که دستاشون رگاش شبیه مثلا شیلنگ و اینایمون دیگه اینقدر کلوفته، که واقعا من دوست ندارم. زده که باسن جنیفر، قیافه شکیرا، سینه نیکی میناش، اخلاق فاطمه زهرا. ایشون بعد خودش، حالا من نمیدونم، حالا قضاوت نکنیم، ولی دیدین یه سری هستن یارو خود مثلا با شکم زیر شلوار اینا مثلا نشسته ورزش هیچ وقت نمیکنه، بعد یه همچین توقعهایی هم از دخترها دارن. یعنی این اعتماد به نفس و واقعا ستودنیه توی سری از پسرهای ایرانی. نشته پسر صدای جذاب و دلنشین، خیلی نکته مهمه، یعنی خیلی نکته مهمیه. بعد این صدای خیلی ربطی به این نداره که مثلا دیدین یه سری مثلا خواننده باشه، اینا ربطی نداره. از نظر من یه سری صدا هستن، شاید مثلا چه میدونم صدای شادمهر از نظر من خیلی صدای خوبیه، صدای ای بی صدای خوبیه، ولی صدایی نیست که من روش کراش بزنم. ولی یه صدایی مثل حالا نگم صدایی که مثلا صدای کی رو خیلی دوست دارم، مثلا صدای آرتا رو من خیلی دوست دارم، کراش ندارم رو آرتا ولی صداشو خیلی دوست دارم. شاید حالا مثلا از نظر موسیقی ازم پرسیدین، ولی مثلا توی وان تونز مثلا بگم مثلا تکسای کوروش رو بیشتر دوست دارم، ولی صدای آرتا. صدای خودشو نگیر و فکر نکنه از آسمون افتاده رو زمین و لباس مشکی زیاد بپوشه. خیلی نکته خوبی رو اشاره کرد، لباس مشکی. نه لباس حالا مشکی نباشه، ولی کلا نمیدونم پسرا با رنگای تیره، نه با سفیدم خوبن البته، ولی اکثر پسرا رنگای تیره خیلی بیشتر بهشون میاد تا رنگای روشن مثلا نارنجی صورتی اینا. قد بلند، هیکل خوب، رمانتیک، یکم غیرتی، دست و موهای خوب. دست خوب، موهای خوب، اهل کار. آقا اهل کار خیلی مهمه، مثلا بگم یه چیزیه که توی ما میگن غریزه‌مونه دخترها، کلن توی دخترها هم نه، اصلا کل موجودات زنده این یه چیز غریزیه توشون که مثلا به سمت دخترها کلن به سمت مثلا آلفاهای مثلا تا یه گله حیوانو در نظر بگیر سمت آلفاها میرن، و این اهل کاره، یعنی این که مثلا یارو میتونه مثلا بر خانوادش چی میگن تلاش بکنه و اینا، یه چیز پونت خیلی مثبتیه بر دختر از نظر غریزی به سمت این آدم بیشتر میرن. فتیش عینک، بعد بریم برای بقیه ویدیو دیگه، من کلن اینجوریم، نور برمیگرده اذیت میشین. برای خواستم بگم که چون دفعه پیش من توی ویدیو Q&A تحقیر شده دادم یه ذره بابت چشام که عینک میزنم، الان متوجهم پس فتیش یه سری از دوستان هست. انسان باشه واقعا به خدا، همین که نخواد ما رو مورد عنایت قرار بده بسه. یعنی دیگه کاری با ما کردین، یعنی ببینین چقدر استانداردهای ما اومده پایین، فقط آدم باشه بقیهش مهم نیست. سینه تتو شده دختر. آقا من اینو از خیلی ها شنیدم که حالا قضیه بعد انگار مثلا 50-50 روی دختره که حالا تتو دارن یا خوششون میاد خیلی، یا اینکه مثلا نه اصلا خوششون نمیاد. نظرتون برام کامنت بنویسید. من خودم خیلی دوست دارم تتو بزنم، جرأتشو هنوز ندارم، ولی به زودی شاید من رفتم تتو زدم. دستامو البته دوستام هم تتو بزنم، تتوهای کوچیک، ولی من دوستام تتوهای بزرگ دوست ندارم. جوراب مشکی یا سفید زخیم که تو کفش مونده، پسرم برده هم نیستم. جوراب مونده، یعنی من تا حالا فکر میکردم یعنی یک مشخصه اگه بتونه که مثلا کراش من، مشخصه زیادی از کالا ممکنه من ازش زده بشم الان که فکر میکنم، ولی یکیش همینه که یارو مثلا کفشش
پاش بو بده جورابش، جورابش تو کفش مونده باشه. چی کراش میزنی؟ رگای دسته پسر که انگار دستش رو لوله کشی کردن. این یه مورد و من واقعا نمیدونم چرا همه دختر رو این مورد کراش دارن، چون من واقعا بدم میاد. یعنی از مواردی که من از یه نفر زده میشم. هزار تا ملک واسه خودت میچینی کنار هم، آخرش هم از اینکه خوشت میاد که هیچ کدومشون رو نداره. واقعا یعنی من خیلی تا حالا دیدم، مثلا خیلی از کسایی که میگفتن نه دوست پسرم حالا دوست دخترم باید اینجوری باشه، این شکلی باشه، اون شکلی باشه، بعد آخر رفت با یکی مثلا دوست میشه، یا مثلا نگاه میکنه میگه این، حالا به عنوان اینکه بد باشه ها، به عنوان اینکه اصلا هیچ کدوم چیزایی که داره به اون کسی که مثلا این آدم میاد تعریف میکرد نمیخوره. این قسمت دیگه. موی لخت، ست مشکی، بوت، خط چشم گربه‌ای، یه شخصیتی بود توی بتمن. 100%شون فکر میکنم کراششون باشه. من یاد اون افتادم، ولی خب بعدم نمیشه. البته موی لخت مشکی مثلا بعد با ست مشکی، بوت مشکی، خط چشم گربه‌ای، بعدم خدایش الان فکر میکنم بعدم نمیشه، ولی خب مثلا همیشه این باشه یا مثلا یه چیز یه باره. شلوار تنگ سیاه که ساق پاش معلوم باشه. اون ساق پا چی میرسه؟ داریم بعدیم. تایپ هم پسرهایی که چش رنگی هن، تتو رو گردنشون دارن. خیلی قشنگ تتو، نه تتو رو گردن، نه تتو کل بدن، همه جا تتو خوبه. رگ مخصوصا رگ شکم، منظورش نوشته شکم هم خیلی سکسیه. آره خب مثلا پسر که سیکس پک دارن واقعا فکر میکنم یه درجه جلوترن از بقیه، نه البته اونایی که از لاغری سیکس پک دارن، ولی پسر که خب پیکلشون یه ذره ورزشکاری تره خب بهتر از یافت کنم. دخترم همینه البته، با اینکه هیکلش خوب باشه دلم میخواد لختش کنم هر چه که هست. که واقعا مردی گفتن، زنی گفتن، این دخترها اینا چیه نوشتن؟ آدم روش نمیشه اینا رو بخونه. چه وضعیتیه؟ من عاشق دختر مو بلند شیطون و خیلی دوستم دختری که قراره باهاش زندگی کنم تو خونه لباس بلند تا نزدیک زانو بپوشه. همه آقا دوست دارن دختر لباس تنش نکنه، یا مثلا لباس سکسی، ولی خب ایشون دوست داره لباس بلند خوب تنش بکنه با موی بلند. دندونای خوشگل، وای راست میگه، این دندون خیلی مهمه، دندون خیلی مهمه. حالا نه اینکه حالا مثلا من خودم با کسی دندوناش زرد به هم ریخته باشه اینا مشکل ندارم، یه سری دیدین دندوناشون زرده مثلا تا این وسط جرم داره، اونا خیلی واقعا یه ترن آف ترین فاکتور فکر میکنم یه نفر میتونه باشه که مثلا دندوناش زرد و اینا باشه. چتری، آقا بچه این قضیه چتری هم یه چیز مثلا دقیق 50-50. اما همه دختره که عطا میکنم یه بار تا حالا تو عمرشون رفتن چتری رو امتحان کردن، حالا به یه سری میاد به یه سری نمیاد، ولی پسر دقیقا انگار مثل همون قضیه یه چیز دیگه هم گفتم همینجوری 50 مثلا قضیه تتو چتری، یعنی 50% میسم میگم واو خیلی مثلا خوشگله و اینا، 50% میگم نه. ولی فکر کنم بستگی به آدمش داره، مثلا نمیدونم به نظر من یه سری با چتری خیلی قیافشون خوشگل تر میشه تا بدون چتری. من همیشه جز پسرای درس خون که عینک میزنن میشم. من تا حالا وایسا نه عینک نداشته درس خون بوده، عینک داشته درس خون نبوده، جفتش با هم نبوده، ولی اینم خب یه فتیشه دیگه. ولی چرا؟ یعنی تا الان تو هرچی فیلم اینا دیده بودین که مثلا پسرهایی که درس خون بودن عینک داشتن و مثلا دختره بهشون محله میداده، بعد یه هوی میکاوری میکردن عینک رو بر میداشتن، اینا مثلا خیلی و پاف میشدن، همه دختر میخواستن باشون باشن. الان میبینیم این دوستمون نه، این دوستمون برعکسشه، پسر درس خونه عینکی دوست داره. یعنی خودتون رو تغییر ندین، همیشه یه نفر پیدا میشه نکته اخلاقی داستان که شما رو اونجوری که هستین بخواد، اونو بخواد. شلوار چرم، فکر کنم من و این دوستمون دوستای خوبی با هم میشیم، چون من فکر کنم یه 4-5 مدل مختلف شلوار چرم دارم و خیلی دوست دارم، ازم با مزه است، کیوته. دختر فقط دختر انیمه ای. آه اگه نمیدونین انیمه چیه، میتونین الان دختر انیمه طور مثلا چیز بکنی، استایل انیمه هست بشه، استایل امو اینا هم بهش میگن. حالا انیمه میتونین همین الان گوگل بکنین دختر انیمه، و اگه منم خیلی دوست دارم، من این استایل حالا برات اون که دخترشه، کلا خودم خیلی استایل دوست دارم، استایل انیمه رو، ولی چقدر خوب که چون همه فکر میکنن اینا خیلی یه جوری هن، عجیب غریبن، خیلی دوست ندارم، ولی با
باحال که دوست داشتید دوستمون. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد دیگه خودتون میدونید دیگه من نگم، هر بار بهتون لایک و ساب و کامنت و از اصلا یادتون نره. خیلی دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی. خدافظ. I'm not afraid of the dark.